به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. ما میخوایم در واقع یک سلسله جلساتی رو که این جلسه عنوان جلسه اول به حساب میاد شروع بکنیم به توصیف یک تحقیق دانشگاهی، به منظور اینکه بدونیم که این تحقیق از ابتدا تا انتها به چه صورتی انجام شده. تمرکز اصلی ما در واقع رو فصل سوم هست که حالا من اونها رو هم نشون میدم، ولی ابتدا به ساکن اون چیزی که حالا لازم میبینم که توضیحی براش داده بشه خود پروپوزال هست و یه اوورویو کلی داشته باشیم نسبت به مجموعه تحقیقی که انجام شده. بعد انشالله قدم به قدم به عمق مسئله پی ببریم و وارد بشیم و متوجه بشیم که کلیت مسئله از چه در واقع سابسکشن ها و زیر مجموعه هایی تشکیل شده. خب ببینید، بحث اصلی ما تحلیل ارتعاشات سطحی فراماده با تشدیدگرهایی با سفتی تقریبی صفر، که حالا انگلیسیش میشه Vibration Analysis of Metamaterial Plate with Quasi Zero Stiffness Resonator. بحث اصلی ما در واقع ارتعاشات هست، یعنی ما میخوایم به ارتعاشات یک صفحه بپردازیم و بحثی که هستش به طور کل، ببینید من اگه بخوام اون عنوانی که در پروپوزال ارائه شده بود رو به زبان ساده بگم، ارتعاشات صفحه متا متریال هست، که اگه بخوام خیلی حالا جزئیاتش رو بگیم، ببینید متا متریال یعنی یک سیستم ساختگی یا مصنوعی، یعنی قرار هستش که ما یک صفحه‌ای رو بسازیم که این صفحه به زبان ساده دلخواه ما باشه یا تابع طراحی و نظر ما باشه. ما می‌خوایم دنبال یه چنین در واقع طراحی هست. من حالا میخوام بیام یه توضیح کلی بدم که این توضیحات کلی من اساساً داره غیر مستقیم کل این پایان نامه و این پژوهش رو توضیح میده. بس ببینید صحبت ما اینه، بذارید به صورت حالا انگلیسی بنویسیم. ببینید مکانیکال وایبریشن از، یعنی به دو نوع تایپ تقسیم میشه یا از دو قسمت تشکیل میشه. یکی فری وایبریشنه و دیگری فورس وایبریشن. اون چیزی که ما توی این پایان نامه دنبالش هستیم و برامون خیلی ارزش داره، میشه گفتش که فری وایبریشنه. این نکته اولی که برای ما خیلی مهمه. خب یادمون هست از دوران دبیرستان، شاید در فیزیک همیشه داشتیم میخواستیم یک سیستم، حالا بذارید من رنگ این رو عوض بکنم،
من میام این رو در واقع مشکی در میارم که خیلی چشم رو اذیت نکن. ببینید سیستم جرم فنر دمپر یه سیستم خیلی معروف که در مهندسی مکانیک خیلی کاربرد داره. یعنی شما بخوام خیلی ساده مثال بزنم، این سیستم جرم فنر دمپر میتونه معادل بیم باشه، میتونه معادل پلیت باشه، شل باشه، میتونه معادل خرپا باشه و هر نوع سازه دیگر رو میتونه در واقع در نظر بگیره. حالا ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که یک اوورویو کلی نسبت به سیستم جرم فنر دمپر داشته باشیم که بتونیم اینو وصلش کنیم به موضوع پایان نامه. در حقیقت ما اگر بخوایم معادله دینامیکیه، یعنی در اصل بیایم معادله دینامیکیه سیستم جرم فنر دمپر رو بنویسیم، باید از در واقع قانون دوم نیوتن بهره ببریم. یعنی بیایم بگیم ما دیاگرام آزاد این سیستم رو می‌نویسیم، فرض می‌کنیم که این به سمت بالا داره حرکت می‌کنه، عمل و عکس العمل‌ها رو به این سیستم وارد بکنیم و اینجا بشه در واقع کا ایکس سی ایکس داد، اونم که جرمش هست و بیایم اینجا هم یک نیروی به این صورت به صورت اف تعریف بکنیم. و قانون دوم نیوتن چی به ما میگفت؟ قانون دوم نیوتن به ما میگفت که زیگما اف مساوی است با ام ایکس دبل دات. خب اگر من اینجا میومدم این اف رو مینوشتم، میومدم برایند بردارها رو سمت چپ معادله می نوشتم، یعنی اون زیگما ها می شد چی؟ F منهای کا ایکس منهای سی ایکس داد مساویست با ام ایکس دبل داد. که اگه این رو مرتب می کردیم می شد در واقع مرتب شدهش به این صورت در می اومد، یعنی کا ایکس سی ایکس داد می رفت سمت راست معادله، اف می موند سمت چپ معادله. خلاصه می شد ام ایکس دبل داد به علاوی سی ایکس داد به علاوی کا ایکس مساویست با اف. حالا اینجا دو حالت بی پیش می اومد، یعنی دو حالت پیش می اومد. اگر اف مساوی صفر باشد و اگر اف مخالف صفر باشد. اف اگه مساوی صفر باشه در اصل داره چی رو برای ما توصیف میکنه؟ ارتعاش آزاد، که در معادلات دیفرانسیل، درس معادلات دیفرانسیل، اف مساوی صفر میشد حل عمومی مسئله، حل عمومی و معادله دیفرانسیل. اگه اف مخالف صفر باشه ارتعاشات اجباریه. این در واقع از این بحث. حالا
من دارم اوورویو میکنم کل این پایان نامه رو که اصلا متوجه بشیم که پایان نامه چه قرار هست، بعد میریم دیتیلش رو بیشتر و بیشتر توضیح میدیم. ببینید ما یه صفحه‌ای داریم، فرض بکنید در حالت سه بود ما یه صفحه‌ای داریم که بذارید من اینو یه خورده مرتب در بکشم. یه صفحه‌ای داریم که این صفحه ما در اصل به چه صورتیه که ما اگر بیایم اینجا قرمز رو انتخاب بکنیم و مختصاتمون رو اینجا قرار بدیم که این بشه X، این بشه Y، این بشه Z، قراره چیکار بکنیم؟ قراره یک سری سیستم های در واقع اینجوری بگیم، یک سری جرم فنر دمپر هایی رو روی این صفحه قرار بدیم که اگه اینا مثلا سی سه در نظر بگیریم، کاسه سی دو، کادو سی یک و کاری، یک سری در واقع فنر و دمپر هایی رو روی این سیستم قرار بدیم. خب این یعنی چی؟ واسه دنبال چی هستیم؟ میخوایم به چی برسیم؟ ببینید ما گفتیم هر سیستمی که تو این عالم طبیعت وجود داره، از درخت، ماشین، دست شما، نمیدونم پوست، دیوار، هر چیزی که در این محیط پیرامون ما هست میتونیم به صورت یه سیستم جرم فنر دمپر در بیاریم که یه کا داشته باشه، یه سی داشته باشه. حالا اینو شما در نظر بگیرید که همون پلیت ما باشه، یعنی ما اومدیم کل این پلیت رو تبدیل کردیم به یک جرم و فنر و دمپر، درست؟ اگر من بیام روی این جرم یک دونه جرم فنر دیگه قرار بدم که این هم اسمش کاپریم، سی پریم و ام پریم باشه، این هم در واقع معادل همین فنرهایی هستش شما اینجا قرار داریم. خب به زبان خیلی ساده بخوام برای شما ارائه کنم، در حقیقت کل این مجموعه میشه متا متریال، متا متریال. حالا اگر این جرم فنر دمپری که با مشکی ما کشیدیم با رنگ سیاه هست پلیت باشه، میشه متا متریال پلیت، یا حالا با یه عنوان دیگه هم میگم متا پلیت یا متا استراکچر هم میگم. اگر این پلیت نباشه، تیر باشه، بهش میگن چی؟ میگن بیم. اگه پوسته باشه بهش میگن شه.
اگه خرپا باشه بهش میگن تراس، و همین سادگی. حالا سوال اینه که، سوال این هست، ببینید الان ما نیروی هم اینجا به سیستم نیست، پس ارتعاش آزاده. حالا الان به صورت جزئی تر میگم ارتعاشات آزاد دنبال چی هست. پس اون چیزی که برای ما خیلی مهمه دونستن KMC، ایزن دونستن K'، M', C'. حالا این پلیت میتونه انواع و اقسام پلیت ها باشه، یعنی شما میتونی بگی که من پلیت من به صورت یه پلیت ساده باشه، میتونه پلیت من خدمت شما عرض کنم. حالا تو همین ساده بودن دیگه بحث دو تا بحث هست که حالا من اینو بگم بعد بگم انواع پلیت ها و اصلا کلن پلیت ها و سایر کانتینیوس استراکچر ها به چه صورتی. ببینید کانتینیوس استراکچر که در فارسی سازه پیوسته بهش اطلاق میشه دو تا مشخصه داره، یه جیامتریه و دیگری در واقع باندری کاندیشنه. جیامتری میتونه صفحه ما یونیفرم باشه، میتونه از لحاظ هندسی کرو باشه، میتونه به صورت پنلی باشه، میتونه خیلی چیزها، یعنی میتونه مثلا اوبلیک باشه، میتونه به صورت مثلا سیرکولار باشه، هر کدوم اینها معادلات خاص خودشونو داره. باندری کاندیشن چطور؟ میتونه سیمپلی ساپورت باشه، میتونه کلمپ باشه، میتونه کلمپ باشه، میتونه کانتیلور باشه، و بازم اینجا قصه های خودش رو داره، یعنی میتونیم براش بی نهایت بذاریم. مثلا روی یک بستر سیال باشه، اونا دوباره توی مباحث هیدرودینامیک وارد میشن، خب اونم در واقع میشه گفتش که چالش های خاص خودش داره. خب من چرا حالا اینا رو گفتم؟ هر کدوم از اینهایی که من اینجا نوشتم، هر کدومشون یعنی هر کدوم از اینها ماتریس KMC متفاوتی خواهند داشت، ماتریس KMC یکسانی ندارد. پس یه نتیجه میگیریم، نتیجه که میگیریم این که ماتریس KMC به طبیعت سیستم وابسته است. اینو باید بدون. اما اون چیزی که ما توی این پایان نامه در نظر گرفتیم شرایط سیمپلی ساپورته. سیمپلی ساپورت یعنی چی؟ ببینید من اینو اول برای یه دونه بیم بگم. فرض کنید برای یه بیم، یه میله، ببینید یه بیم داریم، یه راد داریم که من اینا رو یادم رفت بگم، یه بار. اگه خیلی جزئی بخوایم توضیحش ندیم کلی بگیم یعنی میله.
میله، یه دونه بیم داریم که این به معنی تیره. من یه دونه حالا فرض میکنم یه راد رو در نظر میگیرم، یه خط، یه خطی که یه تار مو فرض بکنید. این شرط مرزی که الان شما اینجا مشاهده میکنید سیمپلی ساپورتد بیمه، ببخشید راده. یعنی اگه من یک بخوام تغییر شکلی برای این توصیف بکنم به این صورت، مثلا یکی از تغییر شکلهایی که در نظر میشه گرفت به این صورت. خب و اگر بیام براش بخوام برای این تکیگاه صحبت بکنم چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید اینجا نقطه در حقیقت فرض بفرمایید که این نقطه A باشه و این نقطه B، یعنی تکیگاه A و تکیگاه B. و حالا اگر بیام در اینجا این نقطه رو بخوام توصیف بکنم، یعنی فرض کنم که این X باشه، x نقطه A صفره ولی تتای نقطه A صفر نیست. برای نقطه B چطور؟ x نقطه B صفره، حتی یه چیز دیگه y نقطه A هم صفره، y نقطه B هم صفره، اما تتای نقطه B صفر نیست. حالا ما اگر بیایم یه پلیت رو، یه صفحه رو، یه ورق رو در نظر بگیریم به این صورت، در واقع داریم میایم یک سری از این مثلث‌ها که برای بیم در نظر گرفتیم به این صورت که حکم تکیه‌گاه رو برای ما دارن، برای حالا اینجا دیده نمیشه ولی ما فرض میکنیم که ورق ما به صورت شیشه‌ای هست. پس این میشه چی؟ سیمپلی ساپورتد چی؟ پلیت، که قراره اون سیستمای جنفنه دمپر رو روی این سوار بکنیم که در نهایت این بشه چی؟ بشه یه متامتریال. خب خیلی وقتها بین سیمپلی ساپورت و کنتیلیور یا کلمپ، که کنتیلیور و کلمپ یه جورایی سینونیم هم هستن، هم معنی هن، خیلی وقت اشتباه میشه. حالا به چه صورتی؟ ببینید من یه تیر یه سرگیردار رو اگه بخوام بیام در موردش صحبت بکنم، حالا یه تیر افقی به این میگن کنتیلیور بیم، من اینو جدا بکنم، یا کلمپ فری بیم هم بهش میگن.
یعنی یه سرش کلمپ یه سرش فری. در واقعیت یعنی چی؟ یعنی که ما یه میله رو به دیوار جوش بدیم. خب اون وقت اگه من این نقطه رو A بگیرم، این نقطه رو B در نظر بگیرم، چه اتفاقی میفته؟ حالا بیام اگر اینجا براش مختصات هم تعریف بکنم، یعنی X در نظر بگیرم، اینم Y در نظر بگیرم، چی میشه؟ وقتی تغییر شکل اتفاق میفته در این سازه، حالا فرض کنیم که یکی از اون تغییر شکل ها این باشه، حالا بذارید من به این صورت، درست؟ حالا من میخوام یه چیزی رو در بیارم که درکش خیلی راحت تر باشه. مثلا این، اون وقت وای نقطه A صفره، ایکس نقطه A هم صفره، ولی برای نقطه B اینجوری نیست، حتی تتای نقطه A هم صفره. اگه بخوام اینو خیلی به زبان ساده بگیم که آقا شیب تو اینجا صفره، این در واقع حکم اون ماکزیموم رو نسبت به این بازی میکنه، نسبت به نقطه این. اینجا در واقع شیبش صفره، شیب صفر یعنی تتای صفر. خب برای نقطه B چطور؟ در واقعیت ایکس نقطه B دیگه صفر نیست، وای نقطه بی که کاملا مشخصه، و تتای نقطه بی هم دیگه صفر نخواهد. اون چیزی که خیلی به درد ما میخوره که ما بخوایم ازش معادلات رو حل بکنیم اینا، چون اینا رو داریم دیگه، در اصل ما اینا رو. حالا برای تیری که دو سرگیر دار باشه، یعنی بیایم دو طرف رو، یعنی فرض بفرمایید این نقطه A باشه و این نقطه B باشه، ایکس سه نقطه A با ایکس سه نقطه B صفره، وای نقطه A با وای نقطه B صفره، تتای نقطه A با تتای نقطه B صفره. اینو چرا گفتم؟ این در حالتی هستش که تیره در واقع از نوع کلمپه. حالا میخوام اینو تبدیل کنیم به یه پلیت، ببینیم چه صورتی در میاد. باز هم یه پلیتی رو به این صورت فرض میکنیم، اگر من بیام چهار طرف این پلیت رو به دیوار جوش بدم، مثلا در واقع میشه دیگه اون موقع چی گفت؟ اینو Z در نظر بگیریم، X Y در نظر بگیریم، دیگه این موقع اگه بخوایم در مورد تتاها و ایکس ها صحبت کنیم، یه خورده باید نگاهمون
جامع تر باشه نسبت به تیر، که بیایم اگر بگیم این طولش ال باشه، x به اصطلاح به این صورت در نظر میگیریم، میگیم اگر حالا ورقی هم که فرض کردیم یه ورق نازکه، خب میگیم اگر y مساوی 0 باشد، یعنی این خط رو در نظر میگیریم، y مساوی با l باشد، این خط رو در نظر میگیریم، یعنی این خط میشه y مساوی 0، این خط میشه y مساوی با l، این خط میشه، حالا اگر این l باشه این b باشه، این خط میشه x مساوی b و این خط میشه x مساوی با 0. اون موقع میایم بر اساس اینا توصیف میکنیم، یعنی میگیم که x مساوی 0 مثلا به این صورت. ببینید من اینو پاک بکنم، میگم که y مساوی 0، خب تو y مساوی 0 x پلیت 0، تتاش هم 0. توی y مساوی l چطور؟ بازم همینطور، x ما 0، تتا هم 0. همینجوری x مساوی 0 به همین صورت و x مساوی b هم به همین صورت تکرار شد، چون در واقع اومدیم چهار طرف رو بستیم. معمولا اینو به چه صورتی میگن؟ میگن s s s s. این برای در واقع کلن برای چهار طرفه، برای چهار طرف. سیمپلی ساپورتد، سیمپلی ساپورتد، سیمپلی ساپورتد، سیمپلی ساپورتد. معمولا میگن اس 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 پلیت با این مرد، درست شو؟ حالا ما در ارتعاشات اجباری، ارتعاشات آزاد به دنبال دو چیز هستیم، فرکانس و شکل مد. فرکانس رو که بهش میگن فریکونسی، شکل مد هم بهش میگن مد شیپ. فریکونسی در واقع همون آیگن ولیوز های ماست، شکل مدها همون آیگن وکتورهای ماست. حالا اینا چی هن؟ من براتون توضیح میدم که به چه معنی. خب ببینید در خیلی از درس ها مثل مقاومت مساله، مثل کامپوزیت، مثل کانتینیوم مکانیک محیط های پیوسته، مثل ورق پوسته، الاستیسیته، خیلی خیلی در مورد آیگن ولیو ها و آیگن وکتورز ها صحبت میکنن که این رو میگن مقادیر ویژه. به آیگن وکتور ها میگن بردارهای ویژه.
الان من فرمول اصلیشو برای شما بگم، شما به طور کامل خاطرتون میاد که به چه معنیه. دترمینان کامن های ام اومگا 2 ضرب در لاندا آی مساوی 0، که اینو میگفتیم که اگر کامن های ام اومگا 2 رو مساوی 0 قرار بدیم، اومگا میشود چی؟ رادیکال کام دیگه. این فرکانس طبیعی بود که ما از دوران دبیرستان داشتیم دیگه، که اگر کا و ام ما به صورت بردارهای ان در ان باشند، که باید هم ان در ان باشند، اگر به صورت ان در ان باشند، ما ان تا در واقع بردار مقادیری ویژه داریم، یا به تبع همون فرکانس های طبیعی سیستم رو داریم. ببینید وقتی که میگن فرکانس های سیستم، وقتی میگن natural frequency، یعنی زمانی که F مساوی صفره، یعنی force مساوی صفر، که در واقع بهش میگن چی؟ فرکانس های طبیعی. اگه بگم فرکانس سیستم یا فریکونسی، یعنی به طور کل اگه بخوایم بگیم، یعنی اف مخالف صفر، یعنی زمانی که مثلا سیستم در حال حرکته، اون در اون حالت هم یه فرکانس خاص خودشو داره دیگه، بنابراین اون یه قصه دیگه است. پس ما وقتی این رو گفتیم، ببینید این رابطه رو که مثالش رو در واقع اومدیم اینجا توصیف کردیم، این نچرال فریکونسی رو داره توصیف میکنه. این از این. لاندا آی ها آیگن وکتور ها یا بردار های ویژه سیستم هستن. خب در مورد بردارهای ویژه هم یه توضیحی بدم و توضیحات این جلسه رو تا همینجا نگه داریم، بقیه رو انشالله در جلسات آتی کامل توضیح میدیم. همه این صحبتهایی که تا اینجا انجام شد پارافریز شده و یا توضیح کلی هستش که ما از مجموعه پایان نامه داریم، ولی داریم یه اوورویوی داشته باشیم بعد ورود پیدا کنیم به داخل پایان نامه. ببینید بردارهای ویژه همون مود شیپ ها هستن، یا شکل مود هم میگن. من یه ساده بگم، فرض کنید که یه دونه میله رو شما تکیگاه ساده برای دو طرفش گذاشت، وقتی این میله بخواد شکل‌های مختلفی از خودش داشته باشه، به نظر شما چه شکل‌هایی میتونه داشته باشه؟ میتونه بیاد اینجوری پایین، میتونه بیاد بالا، میتونه به این صورت داشته باشه، میتونه این رو شکل، یه شکل مود دیگه است، میتونه این یه شکل مود دیگه است. خلاصه انواع و اقسام شکل‌های مختلف رو میتونه از خودش داشته باشه. این بردارهای ویژه داره همین رو توصیف میکنه، هر یک از این مختصاتایی که در واقع پیدا میکنه این شکل سازه ما، برای ما مهمه، برای ما خیلی مهمه.
توی نرم افزار این کار تقریبا میشه گفتش که ساده تر انجام میشه، تا ما بخوایم معادلات ریاضیش رو درایو بکنیم و از معادلات درایو شده سیستم رو بچینیم و ازش جواب بگیریم. حالا من اینو برای یه تیر گفتم، برای یک پلیت هم همینطوره، برای شل هم همینطوره. حالا اونا شکلاشون فرق داره. مثلا شما یک ورق دایروی رو بخواید شکل موداشو بررسی کنید، شکل مودایی که مثلا برای یک ورق دایره‌ای هست خیلی فرق داره. مثلا معمولا به شکل موداشو میان تقسیم میکنن به این صورت، این یه شکل موده، این یه شکل موده، مثلا این یه شکل موده. خلاصه انواع و اقسام در واقع میشه گفتش که شکل مودها رو میتونن برای یک ورق دایروی در نظر بگیرن. هر کدوم از اینها باز هم تکرار میکنم KMC متفاوتی خواهند داشت و چلنج کار تو همین جاست که شما بتونید KMCش رو بچینید، دقیقاً KMC باشه که معرف و توصیف کننده شرایط مرزی و هندسه، اون جیامتری که بهتون گفتم توصیف کننده اینها باشه. حالا ببینید، ما اینجا یه چالشی داریم. چالشمون اینه که این به عنوان صحبت آخرم هست، آیا KMC که استخراج میکنیم معرف دقیق سیستم ما هست یا خیر؟ اینجا ما باید دست به دامن یک سری اپروچ ها بشیم. اون اپروچ ما ولیدیشنه. یعنی چی؟ یعنی ما بگیم آقا ما آمدیم تئوری حساب کردیم، میخوایم اون رو با اکسپریمنتال و با یه نرم افزار مقایسه کنیم. اگر توان مالی داشته باشیم که هر سه تا رو با هم انجام بدیم، پژوهش ما بسیار بسیار ارزشمند و کار خیلی بزرگیه، یعنی یه دستاورد خیلی بزرگی. حالا تو اکسپریمنتال یه سری چالش ها هست، باید اون متریالی که شما در تئوری استفاده کردی دقیقا همون توی اکسپریمنتال باشه، یعنی مدول یانگش همون باشه، ظریف پوآسون همون باشه، خدمت شما عرض کنم چگالیش همون باشه، شرایط مرزی همون اعمال بشه، از لحاظ هندسی همونطور باشه، تنش پسماند نداشته باشه یا اگر داره توی تئوری لحاظ بشه. در واقع یه سری ریزکاری های این وسط وجود داره که باید رعایت بشه. منتها اگر ما از لحاظ مالی این بنیه و توان رو نداشته باشیم که اکسپریمنتال رو پیاده سازی بکنیم، مجبور هستیم که برای اینکه تئوریمون رو اثبات بکنیم بیایم دست به دامن در واقع سافت ور بشیم. حالا این سافت ور، یعنی همین دوتا رو اگر انجام بدیم باز هم کار ارزشمندی هستش. سافت ور هایی که خیلی استفاده میشن انسیس، آباکوس، نسترن، ادمز هم روبوتیک داره هم در واقع مباحث فاینت المنت. سالید ورک هم میتونی این کار انجام بدیم، ولی خیلی به اندازه انسیس و آباکوس و نسرن قوی نیست. سالید ورک هست، کتیا هم میتونی این کار انجام بدیم. نسرن هم یه نرم افزار پیشرفته هستش که در واقع برای سازمان فضایی امریکا طراحی شده، برای ناسا هست. منتها
ما هم میتونیم در ایران استفاده بکنیم، کار راحتیه، فقط با یه دانلود از سایت میتونید استفاده بکنید. فقط یه خورده کار باهاش به نسبت انسیس و آباکوس سخت تره، خیلی به اندازه آباکوس و انسیس یوزر فرندلی نیست. بنابراین ما اینجا آمدیم برای راحتی کار یکی از نرم افزارهای انسیس و آباکوس رو استفاده کردیم که ترجیحاً در پژوهش ما آباکوس مد نظر بوده. این که از کلیت مسئله که ما اینجا به شما گفتیم. و یه بحث دیگه ای که در واقع میمونه، انشالله من اینا رو در جلسه بعد لیستش کردم، اینا رو براتون توضیح میدم که از اونا هم غافل نشید و قدم به قدم وارد اصل ماجرا میشید. خب امیدوارم که از صحبت‌های بنده استفاده کافی رو برده باشید. با آرزوی موفقیت برای